و این الفی که اینجاست که بهش میگن الف ممدوده. خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. ببین بابا جان اینجا رو داشته باش. به این الف، یعنی این الفی که اینطوریه یا اینطوریه، میگن الف مقصوره، یعنی الف کوتاه. این الف اول مثل دنیا، الف دوم مثل کبرا. و به این الفی که کنارش یه همزه است در عربی میگن الف ممدوده. چی بابا جان؟ ممدوده. پس یادمون باشه ما برای مؤنث بودن سه تا نشانه داریم. یکی تیه گرده مثل مدرسه، مثل شجره، یکی الفه مثل دنیا، مثل کبرا، و یه دونه الفه ممدوده است مثل صحرا، حمراء. همینجا اجازه بدین که یه نکته خیلی مهم رو بهتون گوش زد بکنم، نکته‌ای که شاید خیلیاتون ندونین. بچه این الفابت با این الفابت زمین تا زیر زمین با هم متفاوتن. این یاه بچه ها و این الفه. این اولین نکته در الفابت عربیه که خیلی ها نمیدونن. مثلا این دوتا کلمه زمین تا زیر زمین با هم فرق میکنن. بچه ها این علاه. بریم یه بار دیگه. صدا رو دارین الان بچه ها؟ صدا رو دارین؟ شارژ باتری ها تموم شد. اونایی که صدا و تصویر مار دارن مثبت بزنن ببینن. ها ماشالله. میریم یه بار دیگه. خوب گوش کنید. گفتیم که تی گرد و الف مقصود و الف ممدوده نشانه مؤنث بودن. درسته؟ اما آیا هر اسمی که آخرش این حروف رو داره حتما مؤنثه؟ میشه جواب بدین؟ میشه جواب بدین هر اسمی که آخرش تی گرده الف مقصود و الف ممدوده حتما مؤنثه؟ همه جواب بدین. ها ماشالله. هم نکته خیلی خفنی رو بگم. آفرین. نه. نه. پس نکته مهم. نکته مهم. نکته مهم چی میگه؟ نکته مهم میگه الف مقصوری، یا بهتر بگیم حروف فوق که جای کمتری بگیره. میگه حروف فوق، حروف فوق در صورتی نشانه مؤنث هستند که جزء زائد اسم باشند. یعنی چی جزء زائد اسم باشند؟ یعنی با حذف آنها سه حرف یا بیشتر باقی بماند. این خیلی مهمه. ببین اینجا رو، اینجا رو داشته باش. من دارم هرباء، دارم ماء. بچه هر جفت اینا الف ممدوده دارن، هم هرباء هم ماء. هرباء وقتی الفشو حذف میکنم سه تا حرف باقی میمونه، ه ر ب. پس الف ممدوده اینجا زائده و نشانی مؤنثه و این کلمه مؤنثه. اما وقتی الف ممدوده ما رو حذف میکنم یه حرف باقی میمونه. پس الف ممدوده اینجا نشانی مؤنث بودن نیست و این کلمه مذکر. پس حواسون باشه. تیه گرد الف مقصوره و الف ممدوده موقعی نشانی مؤنث هستن که با حذف اونها سه حرف یا بیشتر باقی بمونه. اما سوالم از شما اینه، ام به چه معنیه؟ همه جواب بدین ببینم. ام یعنی چی؟ همه جواب. مرسی. ام به معنی مادره. مادر مؤنثه ولی نشانه مؤنث بودن رو نداره. خب حالا باید چیکار کنیم؟ خب گوش کن. میگیم ما یه سری اسامی مؤنث داریم که نشانه ندارن و اینا خیلی مهمن و من باید اینا رو خوب حفظ باشم. یک، ام، مادر، شمس، خورشید، ارض، زمین، نار، آتش، نفس، خود، روح،
حرب، جنگ، دار، خانه، بئر، چاه، ریح، باد، اینا رو حفظ کنیم. این اسامی حفظیه، همینقدر حفظ کنی کافیه. شهرها و کشورها بچه ها مؤنث هستن،